در حالی که فعالان ارسای اطلاع رسانی در افغانستان هر از از سوی طالبان تحت بازداشت و بازپرس قرار می گیرند و رسانه ها پس از 20 سال فعالیت آزادانه شدیداً سانسور شدند، سفارت ایالات متحده برای افغانستان که اکنون از قطر فعالیت دارد در آسانه فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که مطبوعات صدای افراد را تقویت می کند. این سفارت با راه اندازی هشتک آزادی مطبوعات دسترسی به اطلاعات در صفحه اکس خود نگاشته که آزادی مطبوعات ستون حیاتی جامعه است. سفارت ایالات متحده برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در کشور در حال تاکید می کند که در یک سال گذشته چندین تن از خبرنگاران در افغانستان بارها از سوی طالبان زندانی و شکنجه شدهاند و گروه طالبان عملا به سانسور و توقف فعالیت برخی از رسانه ها تلاش می ورزند. گروه طالبان در یک سال اخیر محدودیت ها به دنباله های اینترنتی رسانه ها در افغانستان را افزایش داده است و کاربران مجبورند با استفاده از ابزارهای فلتر شکن به اطلاعات و معلومات تعداد از رسانه ها دست پیدا کنند. روز جهانی آزادی مطبوعات در حال فرا می رسد که تنها در یک هفته گذشته سه خبرنگار از سوی طالبان به دلیل پخش موسیقی و صحبت تلفنی با مخاطبان زن بازداشت شدند. چندی پیش مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که رسانه ها و خبرنگاران در سال روان در کشور از لحاظ سطح آزادی و برخورداری از حقوق بنیادی و قانونیشان با محدودیت های شدید مواجه هستند و حقوقشان به شکل گسترده نقص شده است.